به نام خدا. سلام، من علیارم و امروز میخوایم کنار همدیگه برندهای مختلف طعم دوسیب رو امتحان کنیم و ببینیم کدوم طعم بهتره. اولین مسئله که میخوام بهتون بگم قبل از اینکه وارد بحث تست بشیم اینه که خیلی تعجب کردم از پاسخهایی که به استوریم دادیم و یه چیزی حدود 50 برند مختلف رو شما پیشنهاد دادین و گفتین که دوسیب داره. خب بعضیاتون تعریف کردین، گفتین خوبه، اصلا گفتین سمت ما همه از این میکشن. واقعا برام جای تعجب داشت این تعداد و موقعی که رفتم تنباکو بگیرم بند خدایی که داشت بهم تنباکو میفروخت یه سری اسمایی آورد، بندم نه اصلا قرار معلوم خیلی بیشتر از این حرفای برندهای مختلفی که خب من کمتر شناخت داشتم ازشون. بریم با دوسیب مولا شروع کنیم. فقط قبلش بهتون بگم که نحوه امتیازدهی ما به چه صورت. امتیازدهی به این شکله که برای طعم دو امتیاز در نظر گرفتیم که طعم چجوریه. اون دو امتیاز شیرهی که تنباکو داره یک امتیاز، نیکوتین و گیرایش یک امتیاز، بسته بندی نیم، رنگ و لعابی هم که داره نیم، و در مجموع امتیازی که میدیم از 5. و مسئله بعدی که دوست دارم بهتون بگم اینه که دوستای خوب من، تمام حرفایی که من میزنم نظرات شخصی من، یعنی از نظر من طعم تنباکو خوبه، بعد دوست داشتنی، تلخه یا شیرینه، این همه نظرهای شخصی من و وحی منزل نیست. شاید با نظرات شما و سلیقه شما متفاوت باشه. من سعی میکنم نظرم یک سلیقه عام پسند باشه. پس بریم بیار با اولین تست دوست. خب بریم با اولین تنباکو دوسیب مولا. به شدت تلخه این تنباکویه که از لحاظ تلخی کاملا فاکتور دوسیب بودن رو داره. گیراییش به نظرم خوبه، منی که خب کمتر میوه میکشم و یه تکونی میده، از لحاظ کام و دودی هم که داره عالیه، از لحاظ بسته بندی افتضاحه، یعنی بسته بود چون فله است، بسته بندی خاصی نره، تو نایلون فریزر میدن به آدم و خب بسته بندیش خوب نیستش. اگر بخوایم امتیاز کلی به دوسیب مولا بدیم، دو امتیاز طعم رو 100% میگیره چون واقعا طعم خوبی داره. از لحاظ شیره پرشیره است، نه خیلی آنچنان که یه بچه که ازش، ولی پرشی رو خوبه. گیرایی و نیکوتینش هم واقعا عالیه، بسته بندی 0، رنگ و لعابش هم خوبه. دوسیب مولا از 5 نمره 4.5 نمره میگیره. بریم با نخل. خب بریم سر دومی، دوسیب نخل. تقریبا همون طعم دوسیب بسته‌بندی قدیم رو میده این نخل، ولی خب نسبت به گذشته خیلی طعمش ضعیف‌تر شده. از لحاظ گیراییش تقریبا همون گیرایی رو داره، ولی یه مقدار فکر کنم دوزش اومده پایین‌تر، تلخه و همینطور تنباکوش خشکه. اگر بخوام به نخل امتیاز بدیم، من به طعمش یه امتیاز میدم، از لحاظ شیره بهش هیچ امتیازی نمیدم، نیکوتین و گیرایی 1، بسته بندی همون نیم، رنگ و لعاب هم 0. در مجموع
به نظر من 2.5 امتیاز برای نخ کافیه. بریم سر الفاخر. بریم سر تنباکو سوم، الفاخر با بسته‌بندی جدیدش. خب الفاخر که دیگه هممون میدونیم که طعم شیرینه، ولی خوب بود، طعم شیرین و خوب بود. من به طعمش 2 امتیازش رو میدم. از لحاظ شیره واقعا عالی بود، یعنی حد و حساب نداشت، پرشیره، خوشتم. گیراییش برای من کمه، من به گیراییش نمره نمیدم. بسته‌بندیش واقعا زیباه، یعنی اون چیزی که تنباکو لازم داره رو داره. خیلی به نظر من قرار نیست تنباکو بسته‌بندیش خاص باشه. رنگ و لعابش هم واقعا قرمز و خوش رنگ بود. مجموع امتیازاتی که میتونم بهش بدم 4. بریم برای بعدی که مزایا باشه. خب بریم سر مزایا. به نظرم مزایا نسبت به قبل یک مقدار تغییر کرده و طعم شیرین تر از گذشته شده، یا این که خب رویه‌ای که مشتریاش خواستن. به هر حال اون چیزی که الان دیدم از طعم مزایا این بود که تنباکو شیرین شده، یک مقدار قدیم تلخی داشتش که اونو نره، ولی صرفاً نمیشه به خاطر تلخی و شیرینی گفت بده. به نظر من طعم نسبتاً خوبی داره. از لحاظ شیره واقعاً عالی بود، یعنی اگر قرار بود که از جای دیگه بزنیم به شیرش نمره بدیم، من واقعاً به شیره که داشت 2 نمره میدم، ولی خب چیزی که در نظر گرفتیم بر حد اکثرش 1 نمره است که 1 نمره کامل رو از من میگیره. نیکوتین و گیرایش خوب بود نسبت به چیزی که انتظار داشتم از مزایا. بسته‌بندیش هم همونطور که گفتم چون برای من زیاد مهمی، از نظر بسته‌بندی خوب بود. رنگ و لعابش هم واقعا عالی بود، یعنی قرمز قرمز بود. هرچند این رنگ هایی که روی اینا هست بالاخره به خاطر اون افزودنیه که رنگ میده برای زیبایی، و از لحاظ زیبایی خب رنگ خوبی داشت. در مجموع میتونم 4 امتیاز به تنباکو مزایا بدم. بریم با تنباکو بعدی که بنگ بنگ باشه. خب بریم سر بنگ بنگ. از لحاظ طعم خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، پسند من نیست و طعمشو دوست نداشتم. از لحاظ شیره فوق‌العاده است، یعنی مافوق تصوره، یعنی روی مزایا رو سفید کرد. شیره‌ای که داشت خیلی زیاد بود، وحشتناک، یعنی تنباکویی که گلو رو نمیزنه. برای کسایی که سبک دوست دارن بکشن دوسیبو واقعا خوبه. شیرش، نیکوتین و گیراییش به نظرم به شدت پایینه. بسته‌بندی و رنگ و لعابش هم که خدایش خوبه. اگر بخوام مجموعاً یه امتیاز بهش بدم، به نظرم بنگ بنگ 3 امتیاز براش کافیه. بریم سر تنباکو بعدی، یعنی محمود خودمون. خب بریم سر محمود خودمون. باید یه اعترافی کنم، اونم اینه که
موقعی که داشتم این تنباکو رو میخریدم حس میکردم محمود ضعیفترین تنباکویه که میتونم بخرم. طعمش رو دوست داشتم، طعم دوسیبای قدیمی رو میده تقریبا، به طعمش میتونم امتیاز کامل رو بدم، من دوست داشتم طعمش رو. شیرش نه خیلی زیاده مثل بنگ بنگ و مزایا، نه خیلی کمه مثل نخلیه، حد وسطی داره تقریبا. نیکوتین و گیراییش نسبتا پایینه، بسته‌بندیش هم بد نیست، ولی خب حالا شاید به خاطر همین عکس این آقایی که اسپری میزنه یه ذره شلوغ مانند شده، ولی خب خیلی قدیمیه مثل تنباکوهای دیگه، بروز نشده. رنگ و لعابش هم خوشگل نیست، یعنی رنگش چنگی به دل نمیزنه و باعث میشه که شما فکر کنید تنباکو خوبی نیست. اگر بخوام امتیاز بهش بدم، من براش امتیاز 3 رو در نظر میگیرم، هرچند میدونم که میتونیم حتی امتیاز 4 هم بهش بدیم، ولی یک مقدار رنگ و لعابش کار خراب کرده و اینکه گیراییش به نظر من پایینه، ولی تو اینایی که کشیدم من دوست داشتم محمودو. اگر بخوایم که منصفانه تر بهش امتیاز بدیم، به نظرم 3.5 بهتر. بریم سر تنباکو بعدی که این میوه طبیعی هست. خب بریم سراغ میوه های طبیعی و تنباکوش. طعمش خیلی شیرینه، پسند من نیستش. شیرش خوبه نسبت به نوع تنباکویی که داره، نیکوتین و گیرایی که در حد خیلی پایین آنچنان که من رو بگیره نیستش. بسته‌بندیش خوبه، بسته‌بندی جذابی داره، نسبت به قیمتش میتونیم بگیم نه خیلی، اما خب بد نیست، خوبه. رنگ و لعابش هم خوبه، حالا خیلی به تنباکو نمیخوره، بیشتر شبیه مربای به میمونه از لحاظ ظاهری، ولی خب حالا بد نیست. اگر منصفانه و با عدالت بخوام بهش نظر بدم و امتیاز بدم، به نظر من 2 امتیاز کافیه برای بخافت. بریم سراغ تنباکو سنگی ببینیم چه جوری هست. بریم سراغ تنباکو سنگ بخار. بخار سنگی، سنگ بخار. باورتون نشه اما طعم دوسیب رو حس کردم، نسبت به بویی که خودش میده همون طعم رو میده تقریبا، یه مقدار طعم دوسیب رو حس کردم و فهمیدم. یه حالت مزه غیر از دوسیب، یه مزه انگار چوب سوخته میداد، نمیدونم یا حالا نوع زغالی که ما گذاشتیم باعث شده یا به همین صورت هستش، ولی به هر حال طعمش بدکی نبود. از لحاظ شیره که زیاد شیره نداره، یه مایه‌ای داره که موقع استفاده‌ام باید تکون بدی به اون مایه به این سنگا بخوره. شیرش معمولی بود، نیکوتین گیرایی که در حد 0، بسته‌بندی قشنگ، رنگ و لعابش هم که رنگ و لعابی اصلا نداره. من برای طعمش 1 امتیاز، برای شیرش 1 امتیاز و برای بسته‌بندیش 0.5 امتیاز رو بهش میدم و از نظر من 2.5 امتیاز براش کافیه.
بریم سراغ آخرین تنباکویی که میخواییم تست کنیم توی این قسمت، جلایر. بریم سراغ جلایر و ببینیم که دنیا دستی. از لحاظ تلخی و شیرینی طعمش نه تلخ نه شیرین مطلق نیست، یه چیزی بین، مثل مزایاهای قدیمی یه طعم نسبتاً دلچسب داره، نه خیلی خوب. اگر دو سیب کش حرفه‌ای باشی خب من بهتون پیشنهاد نمی کنم. از لحاظ شیره خوب بود، شیره خوبی داشت، کم نبود شیرش، نیکوتین و گیرایش خوب بود، واقعا خوب بود. بسته‌بندیش هم، حالا بسته‌بندی بیرونیش که بد نی خوشگله، ولی بسته‌بندی داخلیش مثل لواشک میمونه، برام جذاب بود. رنگ و لعابش هم قشنگ بود. اگر بخوام یه امتیاز منصفانه بهش بدم میتونم بهش امتیاز 4 بدم. خب یه جمع‌بندی دیگه کردم من از حرفایی که زدم، یعنی فیلم‌ها رو یه بار دیگه دیدیم و تنباکوها رو یه بررسی دیگه کردیم، از اون حالت عجله‌ای و سریع بگیم چه امتیازی بهش میدیم، رسیدم به یه جمع‌بندی کامل و جامع و دوباره فکر کردم روشون ببینم چه امتیازی بهشون بدم بهتره. دو تا از سه تا از امتیازهایی که دادیم تغییر دادم. با اقتدار دو سیب مولا در صدر چارت بندی من قرار میگیره و 4.5 امتیاز خودش رو داره، ولی واقعا اگر یه بسته بندی قشنگی داشت امتیازش کامل بود. یعنی اگر میبینید 4.5 فکر نکنید به خاطر چیز خاصیه، فقط اینه که بسته‌بندی خفنی نیست، صرفا یه تنباکو فلهیه و خب میشه تمیزتری ما فروختش. تنباکو بعدی که انتخاب من محموده، واقعا خوش‌طعمه و از نظر من یکی از تنباکوهایی که من باورم نمیشد به این خوبی باشه. امتیازی که به محمود میدم امتیاز 4 هستش. بسته بندیش رو دوست نداشتم و همینطور رنگ و لعابش رو، ولی اینا تأثیری در خوب بودنش نداره، صرفا چیزهایی که رو ظاهر میتونیم قضاوت کنیم و بگیم این ظاهر خوبه یا بده. تنباکو بعدیمون الفاخره که اونم 4 امتیاز گرفت، طعمش یه مقدار تغییر کرده بود و اینا. حالا دیگه امتیازی که توی جمع‌بندی بهش دادم 4، مزایا همینطور 4 امتیاز، بنگ بنگ 3 امتیاز. واقعا تنباکو خوبیه، اگر یک مقدار از این شیرینیش کاسته بشه و اون ابهت دو سیب رو از بین نبره. جلایر طعم دیگه ایه که امتیازش نسبت به حرف اولی که زدم کاهش پیدا کرد با توجه به جمعی جوانبی که در نظر گرفتم و امتیاز 3 رو از من میگیره. سنگ بخار امتیاز 2 و هوکافروت هم به همین صورت 2 امتیاز هم من میگیره. من و دوستان برای شما تلاش میکنیم و هم دوست داریم که شما قلیون خوب بکشید. قلیون خوب کشیدن هنریه که هر کسی نداره. همراه ما باشید، من رو دنبال کنید. اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو راجع به این مدل پست با من در میون بذارید. دوستتون دارم. یا علی، خداحافظ.